درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. دقیقا میدون اشتات آبادی، همون میدون سپاه کنونی، کلی تغییر کرده. با همدیگه قراره بریم به سمت میدون امام حسین یا همون فوزیه سابق یا شهباز. میگم شهباز، شهناز، شهباز خیابون دیده شریعه رو میگفتن. دستی بهتون میگم دور میدون اشتات آباد پر شده از این ویتامین ها و سنی فروشی ها، فاروق فروشی ها، که شاید به جرات بهتون میگم به قدری پاتوق شبانه است که حد نداره. اونایی که حالا بچه شهر هستن میدونن که شبا چقدر شلوغه، همین الان سر ظهر هم شلوغه، چه برسه به شب که مردمه. الان داریم میریم تو خیابون سپاهی، هم خیابون اشتات آباد، یا پله، میریم به سمت پله چوبی. میدونم که همه اسما رو شنیدید، مخصوصا یه بچه شهر بوده باشید، اومدید و خاطراتی از این نقطه شهر دارید. هوا به شدت گرم شده، الان ساعت 1 بعد از ظهر و ما یکی از محله های شرقی شهر تهرانیم. اینجا چراغ آبر نداره و همین علت بنده مجبورم همینجوری رد شام میگرد. به بورس اصلی فروش داشتم بهتون میگفتم اینجا بورس اصلی فروش چادرهای برزنتی و سایر پیک پیکی، صندلی، اینجا چیزا هم هست. حالا اون از اینه که دوست دارن بدونن اینجا کجاست دیگه متوجه. خب رسیدیم توی خیابون اشتات آباد، قدم میزنیم به سمت پل چوبی و از اون بعد میریم سمت میدون فوزیه. البته خب میدونید که اینجا در حال حاضر جز جاهاییه که خیلی زیاد مثلا برای خیابون دستخوش تغییرات نشده و اون ساختار سابقش رو حفظ کرده. کنار همه این تغییراتی که خب همیشه اینجاها داشته، ببینید هنوز هم گاراژهای قدیمی اینجا هست. ببینید این گاراژها اینقدر درآمد دارن که حتی از اون مبلغی که اینجاها رو میتونن بسازن به صورت برج و اینجور چیزا میگذرن. چرا که الان همین زمین خالی اینجا دیگه متری 300 تا 350 میلیون 400 میلیون هست. البته زمین خالی هست، خونه نه، خونه از متری 80 تومن شروع میشه تا 170-180 تومن، بس دیگه حالا به کوچه اون موقعیت محله که اینجا هست داره. خب از قدیم هم خب میدونید شرق به نسبت تراکم جمعیتش بیشتر بوده و یه جوره میشه گفت اینجور محله ها محله مذهبی تری هستن، محله شرقی شهر تهران، و میتونید اینو کاملا از چارچوب و ساختار مردمی که اینجا زندگی میکنن بفهمید. میگم باز هر چیزی اینجا به خود آدم ها مربوط میشه. بنده به صورت اجتماعیش هم گفتم که بدونید به چه صورتی هست. این قسمت فاضل ها یه بار از من پرسیده بودید در مورد فاضل ها به شهری، تقریبا میشه گفت کل تهران رو کندن و هزینه‌ش هم خیلی وقتا همیشه دریافت کردن بابت فاضلاب شهری که تمام فاضلاب یک پارچه بشه و دیگه زیر خونه ها رو چاه نکنن. ولی در حال حاضر باز اون چاه رو میکنن چون جزء اصول ساختمونه. ولی خب خیلی از مناطق تهران فاضلاب شهری داره ولی به صورت یک پارچه هنوز فعال نشده و این چند و خراب کردن هایی که حالا هر از گاهی کنار خیابون ها میبینید مربوط دقیقا میشه به همین قضیه، مخصوصا اگه قسمت آب و فاضلاب باشه. نام مختصرش هم که آب فا هستش دیگه. حالا یه جایی تو این ویدیو دیدید که این تابلو خورده، بدونید مال کدوم شرکته که اینجا اتفاق براش افتاده. دیگه نزدیک پل چوبی شدیم، با
هم دیگه داریم میریم سمت خیابون شاهرضا یا انقلاب، ولی به سمت شرق میریم به سمت میدون امام حسین. دیگه از اینجا به بعد یواش یواش این زیر پل چوبی میتونید ببینید مغازه هایی که حالا مربوط به صنایع چوبی میشه، حسیر میشه و هم دیگه بریم اون دست. حتی نمیتونم برم اون دست خیابون چون مسدوده، مجبورم همین دست رو برم و از زیر پل میرم اون دست خیابون. ببینید که پیاده رو هم یه جورایی مسدود شده به خاطر این کند بنا. اونجا زده یه چایخانه سنتی رواق. شهر تهران، یعنی تو سنت شهر تهران پر از قهوه خونه است. قهوه خونه تنها چیزی که نمیده قهوه است. حتی قهوه خونه که ما بهش میگیم قهوه خونه، چایخانه است در هست. بخوای اسم درستش رو بگیم. من نمیدونم چرا قبلا، البته قهوه خونه فکر میکنم برمیگرده به عثمانی ها، شاید هم اشتباه میکنم. دوست دارم اگه کسی فلسفهشو میدونه حتما بگه، خوشحالشم بدونم. ببینید الان اینجا همه کفکوش میفروشن دیگه، کفکوشای حالا پارچه قرنیز. قرنیزان که اکثرا دیگه چوبی شدن به خاطر اینکه هزینه کمتری داره نسبت به سنگ و راحت‌تره، سبک‌تره، اجراش راحت‌تره. شرکت‌های مختلفی هم اینجا وجود داره. یه حلیمی اینجا بود، من خیلی سال پیش یادم، اینجا دیگاه بزرگی داشت. منم که عاشق حلیم، نون تافتون، حتی نه حلیم و نون تافتون، کلن حلیم. الان خاطرات اون زمان برام زنده شد. ولی واقعیتش نمیدونم دست چپ بود حلیم فروشی، دست راست بود یادم نمیاد. یه عالمه کارگر روزمزدم همیشه زیر این پل هستم واسه کارهای حالا ساختمونی بیشتر. باز الان اون سمت نمیتونم برم چون مسدوده. اومدیم داخل خیابون شاهرضا. ببینید اینجا نردبونم هنوز هست. بچه هایی که هم مدرسه تموم اگه نشده، تابستون شروع شده، شاید کلاس های تابستونی دادن. یه دیزی سرهای دیگه هم بود اینجا ازش عبور کردیم. من به محصه که بتونم برم اون دست خیابون میرم اون دست خیابون، چون واقعا این آفتابی که اینجا داره میخوره بر سرم را حالم رو بد میکنم. بهتون توصیه میکنم که به این شنوان تو روزهای گرم تابستونی مثل بنده زیر آفتاب سوزان قدم نزنید. جدا از این که گرم زده میشید و پوستتون میسوزه، هزاران اتفاق دیگه هم ممکنه براتون بیفته. حالا براتون عزیزانی که خیلی سال میدون امام حسین رو ندیدن مطمئنا عجیب غریب به نظر میرسه. حالا برسیم بهتون نشون میدم. دقیقا دارید میبینید دیگه پل هوایی که روبرومه میشه خود میدون امام حسین یا همون شهناز یا فوزیه. دارم میرسم به خط عابر که بتونم برم اون بر یه ذره سایش به تناسب بیشتر. اینجا هم اول خیابون نامجوه، خیابون گرگان، نامجو، میدون ثریا، سلمان فارسی. نمیدونم فکرم میگه دارم خاطرتون باشه دیگه. با هم دیگه بریم اون دسته خیابون. و صبر کنید یه ذره خیابون خلوت شه که بتونید گذر کنید. خط ویژان که مخصوص اتوبوسای تندرو شرق و غربه، موتوری ازش استفاده میکنن. البته
عراضی های طرح میذارن، این موتوری ها رو میگیرن، حالا چه به خاطر اینکه وارد خط ویژه شدن، چه به خاطر اینکه کلاه ندارن. یکی از این دلایل خب بالاخره اومدیم این دست رو خیاب بریم بریم تا برسیم سمت میدون امام حسین. دیگه فکر کنم منم یه ذره گرما زده شدم، اون انرژی و تواتابم کاملا از بین رفت. فکر کنم خیلی هاتون یه زمانی میومدید دور میدون امام حسین خرید میکردی، هنوز هم جنساشون ارزون ها، لباس، کف، اینجور چیزا. خیلی از شهرهای دیگه وقتی وارد تهران میشدن این کارو میکردن دیگه. میدونید دیگه همه خیابون شاهرضا که از دیگه میدون دو در میکنه دیگه، اون برش میشه تهران نو دیگه. دست چپمون هم که میشه نظام آباد، دست راستمون هم که میشه 17 شهرهای همون شهباز که میره سمت میدون خراسون، میدون جاله، پیروزی. دیگه رسیدیم به خود میدون فوزیه. یه جورایی شده مکانی که برای مراسم‌های سیاسی، مذهبی، اینجور چیزا بیشتر به کار میره، چون کسی ها تاکسی ها ترمینال جنوب میره، میدون انقلاب، بیشتر قسمت های شرقی شهر تهران رو میره. امیدوارم که بازار شهرستانی هست دیگه، شاید به گوشه همتون خورده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.